اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیم الصلاة و لا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. در سوره مبارکه روم که در مکه نازل شد، عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت را معاد را تبیین فرمود. برای اینکه مطلب به خوبی به سطح جامعه برسد، اونا که اهل استدلال بودن با برهان اونها را روشن کرد، اونها که از حد متوسط پایین ترن یا در حد میانی فکرن از راه تمثیل مسئله را حل کرد. همون طوری که قبلا ملاحظه فرمودی در باب تصورات و در باب تصدیقات، تمثیل برای توده مردم سهم تعیین کننده دارد. در باب تصورات که معرف به قول شارح را تقسیم کردن، بر اساس تقسیم منطقی یا حد تامس یا ناقص یا رسم تامس یا ناقص، اینا تعریف منطقی است، قول شارح منطقی است. اما تمثیل هیچ کدام از اینها نیست، نه ذاتیات را نشون میده، نه عوارض لازم را نشون میده، نه عارض عام را، نه عارض اخص را، هیچ چی را نشون نمیده. فقط برای تقریب ذهن است. میگویند نفس برای بدن نظیر سلطان در مدینه یا ربان یعنی ناخدا در سفینه است. خب این تمثیل برای اینکه افراد بفهمند رابطه روح و بدن رابطه تدبیر است، رابطه حلول نیست، یه سهم تعیین کننده دارد. ولی این نه حد روح است، نه رسم روح، نه حد ناقص، نه رسم ناقص. ولی برای فهموندن رابطه روح و بدن برای توده مردم خوبه. در جریان تصدیق هم بشر هیزد. اگر ما بخواهیم یه مطلب مجهولی را، قضیه مجهولی را معلوم بکنیم، این سه راه دارد: یا قیاس است، یا استقراء است، یا تمثیل منطقی. تمثیل منطقی همان است که در کتاب‌های فقه و اصول از اونها به قیاس یاد می‌شود، قیاس فقهی که ممنوع هم هست. غیر از اینها یه تمثیلی است که مطلب را در حد تصدیق و قضیه در دسترس فهم مخاطبان قرار می دهد. این برهان نیست، استقراء تا مناقص نیست، اون تمثیل منطقی نیست، ولی بنوان تشبیه سهم می زارد. این آیه 28 سوره مبارکه روم از همین قبیله که فرمود ضرب لکم مثلا من انفسکم. خب شما فرض کنید مالکانی هستند که دارای ثروتن، مملوک هایی هستن که زیر دست اونها هستن. آیا این کارگر ساده زیر دست
هرگز شریک ارباب فرمان روای مقتدر هست؟ هرگز این چنین نیست. با اینکه اون مالک هرچه دارد از ناحیه خداست، به این مملوک هم هر اندازه کم هم داشته باشد از ناحیه خداست. هرگز یک کارفرمای مستقل متمکن این کارگر ساده را شریک خود قرار نمیدهد. شما هم این کارگر ساده دروان را شریک اون کارفرما نمیدونید. خب چطور شما در جامعه بشری یک کارگر ساده را شریک کارفرما نمیدونید و در کل نظام این بت‌ها و اصنام و اوثان را شریک الله میدونید؟ خب این نه برهان است، نه استقراء است، نه تمثیل منطقی است، ولی برای تفهیم مطلب سهم تعیین کننده دارد. بعد از اینکه اون براهین را ارائه فرمود و این تمثیل را ذکر کرد، نتیجه گیری کرد با فای تفریق، فرمود پس حالا که اون براهین حق است و طبق این تمثیل هم اون براهین را ما می توانیم در سطح فهم شما برسانیم، پس چهره هستیتون را برابر قبل نما و قسم نما حرکت بدی. شما مجذوب جایی هستید که به اون سمت باید حرکت کنید. این قسم نما را اگه کسی دستی بهش نزند این قسم نشون میده. فرمود اگر ابویه یا ویدانه به یا نصرانه و یا مجسانه نباشه، کل مولدن یولد علی الفطره است. این قبل نمای شما، این قسم نمای شما دین را نشون میده. مجذوب همون جاذبه هستی. این مطابق با فطرت است، قراردادی نیست، قسم قراردادی نیست. اما ممکن است یک کشوری، یک شهری رو یه مدتی پایتخت بدونه، عاصمه خود بدونه، یه مدتی شهر دیگر رو، اما قسم برای همیشه قسم است. فرمود این قسم نما شما را متوجه اون قسم میکنه. در درون شما یک گرایشی هست به سمت دین. این مطابق با فطرت است. این تحمیلی بر شما نیست. شما اگر چنون که دستی به این نزنید، نه راه کسی را ببندید، نه بی راه بروید، معلوم میشود با همین میتوانید زندگی سعادتمند داشته باشید. پس فعقم وجهک و هویتک و حقیقتک نحو الدین للدین. چرا؟ برای اینکه این مطابق با فطرت است. این دین قیم است. این را میگن اسلام، برای اینکه انسان در برابر آفریدگار خود منقاد و مسلم و تسلیم است. مطابق با فطرت است که فطرت مثل خلقت یک نوع خاصی از آفرینش است. و این فطرت در هر موجودی هست، یعنی هر موجودی به سمت خدای سبحان دارد حرکت میکند. نه تنها سیرش الالله هست، بلکه سیرورت هم الالله هست. علا الالله تسخیر الامور، نه تسیر الامور. هم سیر هست هم سیرورت. بله با فطرت نمیشه. اگر انسان باشه مخالفت نمیکنه، اما اگر او را که کل انعام شد بعد مخالفت میکنه. اگر رها کرد او را، او عمدن روی این فطرت خاک غریزه و اغراض ریخت و این را زنده به گور کرد. قد خواب من دستاها که قبلا تدسیس معنا شده است. تدسیس اون دسیسه بالغ است، دسیسه انبوه است. یه وقت است یه مقدار خاک انسان روی یه چیزی میریزی که با یه بیل برداشته میشه، اما یه وقتی رو در اعماق زمین دفن میکند. اگر مقدار کمی خاک ریخت میشه ید و صحوف ترا، اما اگر او تو چاه انداخت و چاه پر کرد میشه تدسیس. تدسیس یعنی تدسیس، غیر دست است. این باب تفعیل است، مبالغه است، شدت است. قد خواب من دستاها
که صد سین دارد. این سین سوم تبدیل به یا شد و تبدیل به الف شد و اصلش دسته بود. خب اگه این فطرت زنده بگور شد حرفش رو کسی نمیشنود که. به هر تقدیر فرمود این قسم نمایی که ما به شما دادیم دست بهش نزنید، این فرشش به طرف دین خداست. این دین الله است، یک اسلام است، دو دین قیم است، مطابق فطرت است، چهار. همه این چهار وصف را در این آیه ذکر کرد. بحث در تحول علوم انسانی بود. اگر دانشگاه ها چه در ایران چه در غیر ایران، اونا که حساسیت دینی دارن و بخواهن علوم انسانی دانشگاه را اسلامی کنن، چاره جز این نیست که این مواد درسی را از مبانی بگیرن، اون مبانی را از منابع بگیرن. کسانی که دستشون خالیس بی منبع است به همین علوم انسانی رایج بسنده می کنن. اما اگه کسی دستش پر باشد، منبعهای فراوان داشته باشد، این توان تحویل علوم انسانی را خواهد داشت. در بحث دیروز اشاره شد که متفکرانی که فعلا روی زمین زندگی میکنن اینا سه گروه هم. برخی ها ملحد هم، برخی ها مشرک هم، برخی ها موحد. اون که ملحد است هیچ منبعی جز حس تجربی و طبیعی از یک سو، به بررسی تاریخ از منظر حس و تجربه از سوی دیگر ندارد. این غیر از آسمان و زمین ظاهری چیزی نمی فهمد. این غیر از سیر افقی اشیا چیزی نمی داند. این غیر از برخورد مادی انسان با طبیعت چیزی نمی فهمد. تنها منبع علمی او طبیعت است، از راه حس تجربی که قبلا ملاحظه فرمودید از در معرفت شناسی این حس تجربی کف علمه. ما سوادی از این پایین تر نداریم. از این بالاتر نیمه تجربی است مسئله ریاضی، از اون بالاتر مسئله کلامی، از اون بالاتر مسئله فلسفی، از اون بالاتر عرفان نظری و از اون بالاتر علم شهودی. این از دن بشرهای عادی است. وحی حساب دیگر است که سلطان همه این علوم. ما سوادی پایین تر از معرفت شناسی حسی و تجربی نداره. این کف دانش. منتها مشکلات مردم با همین حل میشه. یعنی کشاورزی، دامداری، صنعت، انرژی هسته‌ای، اینا با همین حل میشه. مشکلات مردم با این حل میشه. اما حالا اون طرف برزخ چه خبر است؟ اون با این علوم حل نمیشه. اینها نمیتوانن اون طرف رو اثبات کنن، نمیتوانن نفی کنن، نمیتوانن شک کنن. یعنی یک کسی که تو زمین شناسی یا سفر شناسی تلاش و کوشش میکنن، از او بپرسی که برزخ چه خبر است، او در برابر سه تا سوال حق حرف نداره. فقط یه حرف رو که حرف چهارم میتونه بزنه. او اگر بخواد نفی کنن دلیل نداره، بخواد اثبات کنن دلیل ندارد، بخواهد بگوید من شک دارم حق ندارد، چون شک فرض تعارض ادله است، ادله در دست او نیست. تنها حرف چهارم رو میتونه بزنه، بگه من رشدم نیست. خب اگر کسی فقط معرفت شناسی حسی و تجربی داره، یه چیزی که تو حس و تجربه نمی آید با تجرید حل میشه و نه با تجربه، و جز این که بگه من رشدم نیست حرف دیگه ندارد. پس ملحدان اگر بخواهن علوم انسانی تدوید کنن، و از همین است که میبینید ممکن است تغییراتی در علومشون بدن در اثر تغییرات برخورد با طبیعت از یک سو، برخورد با تاریخ از سوی دیگر. مشرکان هم گرچه برخی از امور را مجرد میدونن، مثل ذات اقدس اله و فرشتگان، اما رابطه انسان را با اونها قطع میدونن. این با سن و وسن سرگرمه، میگه دسترسی به اونها نداریم، بشر نمیتواند پیامبر خدا باشد، از طرف خدا پیام بیاورد. اگر پیامبری حق است باید فرشته باشد. او همچون دستش از منبع تجریدی کوتاه است، اگر بخواهد در علوم انسانی چیزی بنویسد،
از همین دو منبع حس و تجربه و مسئله تاریخ مدد میگیره. اما بر اساس توحید انسان موحد دستش بازه، یعنی میداند که خدایی که انسان را آفرید و جهان را آفرید به انسان اون فسحت را داد که نه تنها به اندازه جهان کنونی بیندیشد، به اندازه اون چه قبل از این جهان است بیندیشد و به اندازه اون چه که بعد از این جهان است می رود همینجا بیندیشد. این جهانی است بنشسته در گوشه، چون کل این سرزمین و آسمان عوض می شود ولی انسان همچنان باقی است. خب این اگر بخواهد برای خودش یا برای دیگری علوم انسانی تدوین بکند، چیزی می نویسد که برای مسافر خوب باشد، نه اینکه چیزی بنویسد که مرگ را پایان راه بداند. این می داند انسان است که مرگ را می میراند نه بمیرد. این انسان است که وارد برزخ می شود، مرگی نیست. وارد ساحره قیامت می شود، مرگی نیست. وارد بهشت می شود، مرگی نیست. خب این خیلی فرق است با کسی که می گوید مرگ آخر خط است. این می گوید مرگ هجرت است، اون می گوید آخر خطه. این می گوید مرگ از پوست به در آمدنه، اون می گوید مرگ پوسیدنه. خب با کدوم من و شما می خواهد درست کنید؟ این میگه بین زن و مرد فرق است، اون میگه فرق نداره. این میگه بین دختر و پسر فرق است در میراث. خدا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اون میگه فرق نداره. خب خیلی فرق است. اون میگوید به اینکه روح همونطوری که بدن آلوده میشود با گناه آلوده میشود و گناه چرک است، روح را میبندد، راه نفس روح را میبندد. بل راون علا قلوبهم ریل یعنی چرک. او میگه این حرفا فسون است و فسانه. اگر کسی بخواهد علوم انسانی را چه در بخش سیاست، چه در بخش جامعه شناسی، چه در بخش روان شناسی، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش مدیریت، چه در بخش هنر، چه در بخش های دیگر، باید انسان را با این مجموعه بشناسد و برای او علوم تدوین کند. در بخش هنر در بحثی دیروز فرق بین نازل و متنزل ذکر شده است که هنر نازل همون دور باطل بین حس و خیال است و هنر متنزل اون است که معقول را به کارگاه متخیل بیاورد، از اونجا به خیال بدهد، خروجش به حس مؤثر بشود. این مال فرق بین هنر نازل و متنزل. اما کیفیت اراده اگر چونچه مطابق با شریعت نبود ولو محتوا هنر متنزل باشد خلاف شرع است. البته کیفیت ارائه باید برابر کتاب و سنت باشد و محتوا باید هم هنر متنزل باشد. با علم تجدیدی دیگه، نه با علم تجدیدی. ما یک زمین داریم، یک آیت. زمین شناسی کار تجدیدی است، آیت شناسی کار تجدیدی است. تو بحثای قبلم گذشت که اگر ما گفتیم الارضو آیتون لله، این محمود برای اون موضوع از قبیل زید قائمون نیست، یک. از قبیل الوعت و زوجون که لازمی ذات باشه نیست، دو. از قبیل الانسان و ناطقون که ذاتی ماهیت است نیست، سه. از قبیل الارض و موجودتون از چهار، یعنی هویت هر چیزی خدا نماست. پس آیت بودن هر چیزی عرض مفارق نیست، عرض لازم نیست، ذاتی ماهیت نیست، چون ماهیت فرع هستی است بلکه ذاتی هویت است. لذا آسمان و زمین همه به نام الله الله در حرف می زنند. خب این یک کار تجدیدی است نه تجدیدی. بالاخره عقل را اگر کسی در حد هوا خیال بکند و اون را عقل بپندارد، نه،
او میگد فصول است و فسانه، اساطیر الاولین. حرفای امروز هم همینطوره، حرفای دیروز هم همینطور بود. میگفت این اسطوره است، این افسانه است. اون که میگفت دین افیون جامعه است همینه. با معرفت شناسی تجربی هرگز کسی به آیت بودن اشیا پی نمیبرد. ما یه معرفت شناسی تجریدی لازم داریم، یعنی برهان عقلی لازم داریم که مقدماتش کلی و ذاتی و دائمی و ضروری اینا باشه که دیگه در حد حس و وهم و خیال نیست. از محسوسات انسان تا تقشیر نکنه، سفر من الخلق الی الحق نکنه، به مجرد نرسه، اهل برهان نیست. لذا قرآن کریم فرمود اینا که این حرفها را نمیپذیرن فقط به میل خودشون حمل میکنن. بل تبع الذین ظلموا اهواءهم، آیه 29 همین سوره مبارکه رو همین بود دیگه. فقط اینا برهان که ندارن. ما با برهان ثابت کردیم خدا هست، با تمثیل هم ثابت شد که خدا هست. اینا به میل خودشون رفتار میکنن. اون که میگوید من هرچی بخواهم میکنم همینه دیگه، هرچی بخواهم مینویسم، هرچی بخواهم میگویم همینه دیگه. بله تبع الذین ظلموا اهواءهم. الان داریم در تتمه او همین مطلب را ذکر میکنیم که قرآن کریم دو تا جدل دارد. یه جدل منطقی که از مقبولات مشرکان قیاس درست میکند و این قیاس حق است، یعنی مطلبی است معقول و اونها چون قبول دارند سبقه مقبولیت او در قیاس دخیل است. لذا فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. خود حالا که خدا خالق است خب خدا باید اداره کنه. این میشه جدل، منتها جدال احسن که جادل هم بالتی هی احسن. این جدال منطقی است. یه جدال فطری هم هست که در کنار بحث فطرت مطرح میکنه و اون این است که به همه مشرکان فرمود که همه شما کمابیش این رو آزمودید، یا سفر دریایی یا سفر صحرایی یا حال گرسنگی یا حال وحشت یا حالت بیماری، به یه وضعی رسیدی که از هیچ کس کار ساخته نیست. حالا کسی که تو دریا غرق شده، نه کسی با خبر است، نه بر فرض با خبر بودن توان نجات او را دارد، ولی انسان در اون حال ناامید نیست. این ناامید نبودن یعنی یه قدرت قهاری هست که میتواند دریا را مهار کند. فبود این امید را دارید یا ندارید؟ این امید به کیه؟ اگر کسی خدا را قبول داشت میگوید این امید که در نهان ما و ودیعت گذاشته شده روی حکمت است. ممکن نیست که امید باشد و متعلق رجا نباشد. آیا ممکن است در جهان خدا درخت بیافریند، درخت تشنه آب است ولی آب خلق نکند؟ این کار حکیمانه نیست. تشنه بیافریند و آب خلق نکند، این کار حکیمانه نیست. اونا که مبدا حکیم را نمیپذیرند با حدس نظام را و نظم جهان را ثابت میکنند. از اونها سوال بکنید آیا هیچ مرضی هست در عالم که علاج نداشته باشه؟ میگن نه. چرا برای بیماری های ناشناخته به فکر درمانن؟ هیچ احتمال میدن که این علاج نداشته باشه؟ هرگز همچه احتمال نمیدن. میگن حتما داروی دارد. مرتب پژوهشگرانشون دارن تحقیق میکنن که علاجش پیدا کنن. میگن این جهان منظم نمیشه یه چیزی داشته باشه به مشکل او را حل نکنه. خب این که میگن هر بیماری که در عالم پیدا شد الا ولا بود دارو داره، این یه قضیه است دیگر. این قضیه را از کجا میگن؟ این قضیه رو تجربه کردن؟ این که تجربی نیست، این تجریدی است، چون قضیه کلی است. چه در گذشته باشه، در حال باشه، در آینده، بیماری نیست که علاج نداشته باشه. این قضیه حقیقیه است، این که قضیه حسی نیست. خب این رو نظم میگن، قضیه حدسی است، نه برهانی، برای کسی که مبدا را نپذیرفت. ممکن نیست این جهان منظم که حیرت آور است یک مشکلی درش پیدا بشود لاعلاج،
حتما علاج داره، لذا به دنبالش میره. خب یا مبدع حکیمانه ثابت میشود یا قضیه حدسی. همون شما در سفر دریایی وقتی احساس خطر کردید به کی پناه میبرید؟ به خدا. آیا ریاءً خدا را میخوانی؟ لفظاً خدا را میخوانی؟ عادتاً خدا را میخوانی؟ یا مخلصاً خدا را میخوانی؟ دعو الله مخلصین له الدین، یعنی با تمام هستی میگید یا الله. معلوم شد در درون شما الله خواهی هست، به اون وقت ظهور میکنه. این فشار، این دریا، این دسیسه ها را کنار میبره، این خاک های اغراض و غرائز کنار میبره، اون فطرتتون را شکوفا میکنه، از جانتون برمیخیزد یا الله، ولو دهنتون پر آب نتونید حرف بزنید. همون که قبول دارید که این میشه جدال فطری. این جدال فطری در قبال اون جدال منطقی است که فرمود لئن سألت من خلق السماوات والارض، هیچ کسی نیست که بگن پسر تو، برادر تو، خواهر تو، دختر تو در اتاق عمل هست، این در درونش با کسی مناجات نکنه، ولو ملحد، ولو کمونیست، ولو مارسیست. خب این کجا را نشون میده؟ این معلومش یه قسم نمایی در درون هست. یه روایتی از وجود مبارک امام سلام الله علیه هست که کسی به حضرت عرض کرد دلیل من بشید، من را هدایت کنید به توحید. حضرت طبق اون قصه معروف همون آیا کشتی سوار شدی؟ آیا شکی کشتی غرق بشه؟ تخت خواری گیرد نیاید؟ همه اینها را عرض کرد، ولی همون در اون حالی که هیچ پناهگاهی نداشتی به کی پناهنده شدی؟ به کی متوسل شدی؟ همون خدای توست. خدا قابل انکار نیست، چون در درون انسانه، یعنی در درون انسان قسم نمایی هست که انسان را به الله دعوت میکند. این که فرمود فاقم و چکر با فای تفریق اینه، اگر خواستیم تحولی در علوم انسانی پیدا بشود با این مبانی باید هم سیاست را، هم جامعه شناسی را، هم روان شناسی را، هم هنر را، هم رشته های دیگر را تمیکن، وگرنه انسان چه اینجا باشد چه اونجا باشد در رنج و عذاب است. البته اگر اونجا باشد که رنجش بسیار دشوارتر است. خب بیان نورانی بخش اخیر آیه این است که اگر موحد بود جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت میکنه. چرا؟ برای که انسان موحد قطب نماش به طرف حرف خداست، به میل که نیست. اگر بنا شد که همه نمازگزارا به طرف قبله بایستند، خب همه صفشون یکیه دیگه. اگر یک کسی بنا شد موحدانه کشور را اداره کند، موحدانه عضو یک جامعه باشد، موحدانه در راه پیمان شرکت کند، این قسم نماش به طرف الله دیگه، این به طرف غیر خدا که نیست. هرگز تفرقه نخواهد داشت. فرمود مشرکین را رها کن، برای که اینا هستن که گرفتار تفرق خود و تفریق دیگرانه. هیچ موحدی کسی را به تفرقه دعوت نمی کنه، نه متفرق است نه مفرق. هیچ مشرکی هم کسی را به وحدت دعوت نمی کنه، برای اینکه احوا متعدد است، مگر حوص ها و هواها یکیه، اونا برابر هوا زندگی می کنن. این آیه ملاحظه فرمایید، بعد از اینکه فرمود فاقم، بعد از اینکه فرمود تو و همه مؤمنان منیبین الیه، بعد از اینکه فرمود تقوا را فراموش نکنید، بعد از اینکه فرمود ستون دین نماز است و نماز را اقامه کنید، که بارها ملاحظه فرمودید فرهنگ قرآن این است که نماز را اقامه کنید نه نماز را بخوانید، برای اینکه نماز ستون دینه. خب ستون را کسی نمیخونه که، ستون را اقامه میکنه. اگر قرآن فرموده باشد اقرأ الصلاة، جای سوال بود. شما که کتاب حکیمی و قرآن الحکیم، باید حکیمانه حرف بزنی. اگر از یه طرف گفتی از صلات و عمود دی، از طرفی گفتی اقرأ الصلات، مثل اینکه گفته باشی اقرأ العمود، خب ستون که خوندنی نیست. اقیم الصلات، تعبیرات قرآن کریم همینه، اونجا که دارد یسلی، اون هم به همین اقیم الصلات برمیگرده. این ستون حفظ بکنید و اقیم الصلات. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم،
خب این من الذین فرقوا دینهم بیان همین مشرکین دیگه. این مشرک است که هر کسی تابع بت و بت پرستی خودشه. کلون یجر النار علی غرسه. من الذین فرقوا دینهم، دین اینها چیه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. نه، اون اختلاف نظر حرف دیگه است. یه وقت از کسی نهله آورده در برابر ملت انبیا، بله اون هم مشمول همین است. چند بار مناظره فرمودید، ملل را انبیا آوردن، نهل را همین درس خونده های هوامدار آوردن، برای عده وهابیت آوردن، برای ماها بهاییت آوردن، بله اینها جز همین ملل الذین فرقوا است. هر کسی باید احترام دیگرین رو حفظ بکنی. اون تو سوره مبارکه انعام گذشت و کانو شیعقا، اینا شیعه شیعه پراکنده پراکنده گروه گروه هم و بعد کل حزبین به ما لدیهم فرقون. غرض آن است که تفرق از جامعه و تفریق یک ملت، اینها به دنباله شرک است. این که فرمود ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. یک گوشه از این تو تفسیر شریف نور الثقلین امثال آمده که چطور مؤمن مشرک میشه. آیه دارد که بسیاری از مؤمنین مشرکن، ولا ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. حضرت کبود همین که میگن لولا فلان و هلک تو، اگر فلان شخص نبود من مشکلم حل نمیشد، اگر فلان طبیب نبود من میمردم، اگر فلان شخص نبود من میموندم، این اگر فلان اگر فلان شرکه. بگید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. خب اینا ابزار کارن، درسته، اما بگیم اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دوم داشته باشد که. فبود همین که میگن اگر فلان کس نبود وضع ما حل نمیشد، خب اون فلان کس و قدرتی اونم که خدا آفرید. این که میگن اول خدا دوم فلان شخص، این هم تعبیر مشرکانه است، منتها چون شرک ضعیف است خدا ارحم الراحمین است میگذرد. خب همین بحث ها، همین بحث ها که انسان از یه سو اسلامی حرف بزنه، از یه سو کار دیگران رو انجام بده، هم متفرق عن الجماعه باشه هم مفرق جماعه باشه، خب این دنباله همون شرک. شرک قوی داری به قلبی و شرک ضعیف. خب فرمود حالا که این چنین شد، ما میخوام اون جدل فطری را در برابر جدل منطقی باز کنیم. و ازا مثل ناس زرم، همین که یه کمی، یه وقت از انسان غرق ضرر می شود، محاط به ضرر می شود، اون یه حرف است. یه وقت است که فهمد نه، به ازا مس یه کمی، این تنویر ضرورم تنویر تنکیر تغییری است، یعنی یه مختصر آسیب ببینم، دعو ربه ها، چون قدرت تحمل ندارن، چرا شد به اون ازا رکب و فلفلک منیبین الی. ثم اذا ازاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون. تو سوره مبارکه عنکبوت که قبلا گذشت آیه 65 این بود، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. نه صورت سازی باشه، واقعا خدا را میخوان. یعنی وقتی انسان به خطر رسید، دستش از همه جا کوتاه شد، از همه جا ناامید شد، اون درون او باز می شود و شکوفا می شود. اون درون فطرت است، این قسم نوا به طرف الله متوجه است. هیچ کسی را خدا بدون سرمایه خلق نکرد. فرود و نفس و ما سباها، فرود ممکنه بدن برخی ها مشکل داشته باشن، بعضی چشمشون، بعضی دستشون، بعضی پایشون در هنگام خلقت نقصی داشته باشه، عیبناک باشه، ولی روح هیچ کسی بی کمال نیست. به خدای قسم و نفسین که واقع قسم است و نفسی قسم و کسی که این نفس را مستبل خلقه خلق کرد، و نفسین به ما سوا،
با فای بعدی که فای فصیح است تو تفسیر، این تسویه خلقت روح را بیان میکند که روح را مستقل خلق خلقت چیه؟ روح که بدن نیست، روح که جرم و جسم ندارد. فرمود مستقل خلق خلق شدن روح به این است که فالهمها فجورها و تقواها، با الهام حق و باطل را، صدق و کذب را، خیر و شر را، حسن و قبیح را، همه امور هشتگانه را به او آموختی. پس اگر کسی تدسیس نکند، او را دفع نکند، به این درون رشوه ندهد، او یک مرجع خوبی است و یک قاضی خوبی است. این که می‌بینید بین قوای سگان تفکیک است، از دیر زمان بود، در قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم تا حدودی پذیرفته شده است. این را از جای دیگه نگرفتن، این را از درون انسان گرفتن. خدای سبحان یه دستگاه تقنینی به ما داد که با اون می‌فهمیم چی حق است چی باطل. یه دستگاه اجرایی به ما داد که شهوت و غضب و گرایش ها و اعضا و جوارح ما داد که کار بکنیم. یه دستگاه قضایی به ما داد به نام نفس لوامه، این رو در درون ما گذاشت که بین اجراییات و تقنین هماهنگی ببیند، ببیند آیا اون چرا قوه مقننه تقنین کرده است مجری اجرا کرده است یا نه، یعنی اون چرا که نفس ملهمه به عنوان فجور تقوا می فهمد همون را چشم و گوش اجرا می کنند یا نه. اجرا به وسیله اعضا و جواره هست، تقنین به وسیله و نفس و ما سباها و الهمها فجورها و تقواها است. اگر دید بین اون قانون نفس ملهمه و اجرای اعضا و جواره هماهنگی است، شاکر است و خوشحال، و اگر ببیند ناهماهنگی است، شروع میکند به سرزنش کردن، ملامت کردن، میشه نفس لوامه. انسان قبل از اینکه این نفس لوامه دار رشوه بدهد و خفهش کند و خاموشش کند، اگر کار زشتی را کرده است به خود را محق نشون داد، شب که به بستر خواب رفت میبیند میغلطد، خوابش نمیبرد، چون از درون یک کسی میگه چرا این کار را کردی. این همون نفس لوامه است. ولی در اثر تکرار، در اثر توجیه، در اثر تداوم، در اثر عادات سیئ اوسو، این نفس لوامه مرتشی را خفه می کنند، بعد به جایی می رسد که کار زشت را که کرده است و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مثل انسان که وقتی به دنیا آمده، اگر یه مختصر سم به بدن این کودک برسد، یا بالا میاره یا می میره. اما وقتی جوان شد و به عادت غلط به مواد مخدر رو کرد، کم کم به جایی میرسد که معتاد کامل شد، از این سم لذت میبرد، هرچند این لذت لذت کاذبه. طبیعت را اونجور وارونه میکند، فطرت را اینچنین وارونه میکند. این همان است که فرمود ما عوض نمی کنیم ولی شما تغییر میدید، اما تغییر خلقتون در مسیر همون احکام و حکم است، نه در گوهر هستیتون. فرمودیم جدل منطقی، منتها این جدل منطقی در سوره مبارک عنکبوت شفافتر بیان شد و اینجا مقدار رقیب‌تر. والحمد لله رب العالمین.